الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وباعث الانبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الانام العبد المعيد الرسول المسدد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارضين بابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله ظالمیهم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. هدیه به ارواح مطهر شهدا کربلا، سرای کربلا، روح پرفتوح و منور و مقدس آقا ابو عبدالله حسین علیه السلام و به پاس احترام به ساحت اقدس امام زمان تعجیل در فرجش خوشنودی قلب نازنینش صلواتی خط بفرمایید. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله ارواح مؤمنین و مؤمنات در گذشتگان ذوی الحقوقین، در گذشتگان از این جمع و در گذشتگان از بیت شریف حضرت آقای جزبی، خداوند همه شون رو غریق رحمت بگرداند. صلوات دیگر خط بفرمایید. بدون شک یکی از مهمترین رسالت‌های انبیای الهی تذکر و یادآوری مرگ و قیامت بوده است. مولوی از زبان قوم سبع نقل می‌کند که به پیامبرانشون این چنین می‌گفتند: طوطی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما. ما قبل از اینکه شما پیامبران بیایید در خوشی و سرور بودیم، البته در خوشی و سرور از نوع قفلتش، از نوع بیخیالیش. با آمدن شما پیامبران و با تذکرات شما مرغ مرگ اندیش شدیم. بیش از حدود 1200 آیه در قرآن کریم که تقریبا 1/5 قرآن میشه، خداوند تبارک و تعالی از قیامت و از مرگ و از آخرت آیه نازل فرموده. تقریبا هیچ صفحه‌ای از صفحات قرآن خالی از تذکر به آخرت و قبر و قیامت نیستش. مرحوم علامه مجلسی از جلد ششم تا جلد هشتم بهار الانوار چند صد روایت درباره آخرت و درباره قیامت و درباره مرگ از لسان پیغمبر و اهل بیت روایت جمع‌آوری کرده. ولی متاسفانه زمانه ای شده است که یاد مرگ در زندگی های ماها کمرنگ شده. 1/100 از مسائلی که درباره غرایز جنسی و درباره بعضی از مسائل هوشی صحبت میشه از مرگ گفته نمیشه. به بچه ها میگیم از مرگ صحبت نکن، در کتاب‌های درسی میگیم مسائلی که به مرگ و قیامت است ننویسید.
در فیلم ها میگیم از مرگ و قیامت صحبت نشه، قبرستان ها را دور از شهرها قرار دادیم، قبرستان ها به جای اینکه عبرت خانه باشند برای ما بیشتر شبیه تفرجگاه کردیم. اگر کسی از ما خدای نکرده از دنیا بره، دیگه تشییع و مراسم ختم و اینها خیلی کم حوصله و بی حوصله و کمتر شرکت میکنیم. اما واقعیتش این است که یاد مرد در روایت داره نشانه کیاست انسان است. انسان عاقل، انسان کیس از یاد مرگ غافل نمی باشد. یه گروه آمدن نزد پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم ازشون سوال کرد میدانید کیسترین مردم کیا هستن؟ باهوشترین مردم، عاقلترین مردم کیا هستن؟ گفتن که خدا و رسولش آگاه تر است. پیغمبر فرمود کیسترین مردم اکثر هم ذکرن للموت و اشد هم استعدادن له. فرمود کیسترین مردم اونهایی هستن که بیشتر به یاد مرگ هستن، خودشون رو آماده می کنن برای سفر آخرت، برای قیامت. امام باقر علیه السلام این روایتی نقل می کند، می فرماید یک روز وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از نماز عشاء در مسجد کوفه سه مرتبه با صدای بلند، با صدای رسا که همه شنیدن، همه متوجه شدن، سه مرتبه حضرت این کلام را فرمودن: ایها الناس تجهزوا رحمكم الله فقد نودی فیکم بالرحیم بالرحیل فمت تعرج علی الدنیا بعد نداء فیها بالرحیل. ای مردم، خدا شما را رحمت کند، آماده باشید برای رفتن، آماده باشید برای سفر آخرت، که صدای الرحیل میاد، ندای الرحیل میاد، بانگ کوچ کردن تنین انداز شده. پس درنگ کردن در دنیا، فریب این دنیا رو خوردن بعد از صدای اون الرحیل چه معنا داره؟ تجهزوا رحمكم الله و انتقلوا به افضل ما به حضرتكم من الزاد و حبت تقوا. مردم آماده باشید برای خودتون توشه فراهم کنید، که توشه اون سفر آخرت همان تقواست، همان عمل است. از اون سفر و از اون عرصه های سختی که در پیش روی ماست غافل نشید. بالاخره در منازل قیامت و منازل آخرت منزلهایی در پیش روی ماست که در روایت ها دارد که اون منزلها منزلهای سختی است، گردنهای سختی است. حقیقتا یاد مرگ و یاد قیامت به یاد آخرت افتادن تکان دهنده است. بالاخره ابدیتی است که مدت نداره، چند میلیارد ساله، چند صد هزار ساله برش سال و مدت تعیین نکردن. و فکر نکنیم اگر یاد مرگ نیفتیم مرگ سراغمون نمیاد، نه اینطور نیست. قرآن میگه قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم. بگو مردم، شما از مرگ فرار میکنید، اما مرگ یک حقیقتی است، چه فرار کنید چه فرار نکنید سراغتون میاد. تمام موجودات زیروح در این عالم یک روز طعم مرگ را خواهند چشید. کل من علیها فا، کسی بنا نیست در این عالم عمر جاودان داشته باشه. پیغمبرش رفت، امیر المؤمنینش رفت، قانون پروردگار است در این عالم، کسی عمر جاودان نداره. با ندیدن واقعیت ما نمیتونیم حقیقت را حذف کنیم.
یا آقایی میگه من تازه راننده شده بودم، رانندگی یاد گرفته بودم، یه روز تو جاده داشتم با سرعت میرفتم، یه دفعه دیدم یه کامیون جلوی منه، من به جای اینکه پام رو بذارم رو ترمز، دوتا دستم رو گذاشتم رو چشمام که صحنه رو نبینم. آخر چی شد؟ آخر یک تصادف شدید. خب با ندیدن حقیقت، حقیقت که از بین نمیره، واقعیت که از بین نمیره. ما اگر از مرگ صحبت نکنیم، از مرگ نگوییم، به یاد مرگ نباشیم، آیا میشود حقیقت مرگ رو منکر شد؟ مثل اینکه کسی خدا را باور ندارد، خدا را منکر است، آیا انکار او با انکار او خدا حذف میشه؟ نه. تنها ثمرش چیه؟ تنها ثمرش بد زندگی کردنه، بی خدا زندگی کردنه. یاد مرگ هم همینطوره. انسانی که به یاد مرگ نباشه، آمادگی برای مرگ نداشته باشه، تنها ثمرش اینه که بد زندگی میکنه، خوب زندگی نمیکنه، زندگی ناجور داره در این عالم. اما در مقابل یاد مرگ و یاد قیامت آثار با برکتی در زندگی انسان داره. بالاخره اون شادابی و نشاط و اون صفای باطن را برای انسان به وجود میاره، اون جلای قلب را برای انسان به وجود میاره. چون انسانی که به یاد مرگ باشه از کدورتها، از گناه خودش رو پاک میکنه، یه صفای باطن میده، یه جلای قلب میده. ممکنه یک عده‌ای که به یاد مرگ نیستن، به یاد آخرت نیستن، شاید در ظاهر یک نشاطی داشته باشن، یک زندگی خوشی داشته باشن، اما این خوشیشون از بیاریه و الله خوشی حقیقی نیست، خوشی مجازیه، یک نوع خوشی که در زندگی حیوانیت به سر میبرن و الله خوشی حقیقت نیست. در عین اینکه رفاه دارن، در عین اینکه در ظاهر نشاط دارن، میبینی که دل مرده هستن. در آخر هم به پوچی میرسن. شما این افرادی که بی خدا هستن، از خدا بی خبر هستن، ببینید آخر هم میبینی به پوچی میرسن. بودن افرادی که میلیاردر بودن، افرادی که مشهور بودن، یه بازیگر معروفی بوده در آمریکا، علی الظاهر اسمش رابین بوده، خیلی مشهور بوده، خلاصه خیلی مشهور و خیلی پولدار، طرفداران بسیاری داشته. یه روز آمدن منزلش، دیدن خودش رو دار کشیده، یه نامه هم زیر جنازش گذاشته قبل از اینکه خودش رو به دار بکشه. گفت دیدم من به پوچی رسیدم دیگه، با اینکه خیلی ثروت دارم، با اینکه خیلی دارایی دارم، اما به مرحله ای رسیدم که میبینم که در این عالم، در این دنیا من هیچم، به پوچی رسیدم، لذا خودم رو راحت کردم از این زندگی کثیف دنیا. اون افراد بی خدا، اون افراد بی خبر، آخر عاقبت میبینی که به پوچی میرسن، به هیچی میرسن. اما کسی که به یاد مرگ باشد، بداند عالمی است، حقیقتی است، زندگی جاودانی است، نعمت‌های بی حد و حصری است، بالاخره یک نشاط میاره برای انسان. عطار نیشابوری خب هم شاعر بوده، هم طبابت میکرده، عطاری داشته. یه روز یک درویش و یک سائل میاد در مغازه عطار نیشابوری، میگه مثلا فلان چیز را بده، پولم ندارم. میگه نه نمیدم، بدون پول نمیدم. عطار میگه تو که حاضر نیستی مثلا بدون پول و بدون مثلا سمن این جنس را به من بدی، چطور میخوای جان به اسرائیل بدی؟ تو که اینقدر دلبسته دنیا هستی، چطور میخوای جان به اسرائیل بدی؟ عطار برمیگرده میگه خودت چطور میخوای جان به اسرائیل بدی؟ میگه خیلی آسان، دراز میکشه همونجا در جا از دنیا میره. حتی در خاطراتش مینویسد این فقیر به من یک درس بسیار مهم میداد،
که انسان نباید دلبسته این دنیا باشه، فریب این دنیا رو بخوره، علاقه های دنیایی او را از یاد آخرت و از یاد قیامت و از یاد مرگ خلاصه غافل کنه. در همین تهران نزدیک 80-90 سال پیش یک عالمی بوده به نام شیخ مرتضای زاهد، چون یه روزی در میان دوستان و رفقاش چای میخورده، چای رو میریزه تو نلبکی، به اصطلاح فوت میکنه، هی فوت میکنه، میگه ناشق چی کار داری میکنی؟ خب بخور دیگه. میگه هیچ، دارم دنیا رو فوت میکنم، دارم دنیا رو فوت میکنم، دارم از دنیا خودم رو دور میکنم. خلاصه چای رو میخورد و فردا میگه ناشق از دنیا رفت، یک مرگ راحت. آقا امیرالمؤمنین در یک کلام به امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید وعلم انک انما خلقت للآخره لا للدنیا و للفناء لا للبقاء و للموت لا للحیات. فرزندم بدان خدا ما را خلق کرده بر آخرت، نه بر دنیا. بر دنیا خلقید، ناخواسته به این دنیا آمدیم، یک مدتی در این عالم زندگی میکنیم، آنچه که در این دنیا عمل کردیم قیامت ما نتیجه همون اعمالمونه. پیغمبر اکرم فرمود مردم من رفتم بهشت را دیدم، جهنم را دیدم. بهشت و جهنم یه جای خالیه، هیچی درش نیست. این اعمال خود شماست تبدیل به قصر میشه، تبدیل به حورالعین میشه، تبدیل به اون انهار روان میشه. این اعمال خود شماست که تبدیل به آتش و شجر زقوم و طعام اسین میشه. قیامت نتیجه عمل خودتونه، هیچ چیز غیر از عمل خودتون نیستش. شب اول قبر و پاسخ نکیر و منکر و حساب و میزان و صراط و اینا همش نتیجه عمل کرده دنیای شماست. از حضرت فرمود خدا ما رو برای آخرت خلق کرده، نه برای دنیا، برای فنا نه برای بقا، برای رفتن نه برای حیات جاویده دنیا. بالاخره همه باید برن. آقا امیرالمؤمنین یه تعبیری داره در نهج البلاغه، فرماید اگر بنا بود که در این عالم در این دنیا کسی عمر جاودان داشته باشه، از هر کسی لیاقتش بیشتر حضرت سلیمان نبی بود. هم رسول بود، هم نبی بود، هم یک سلطنت گسترده‌ای داشت، تمام عالم به اذن پروردگار در اختیارش بودن، انسیان و جنیان و پرندگان و چرندگان و خزندگان و هر چه که در این عالم بود به اذن پروردگار در اختیارش بود. روزی که جناب سلیمان نبی میخواست بیت المقدس را افتتاح کنه، دستور داده بود کسی نباید خلوت ما را به هم بزنه، من بالای این بیت المقدس میایستم، شما را نگاه میکنم، شما هم مشغول تفریح و خوشی و لشکریان جنی و انسی مقابلش به اصطلاح رژه میرفتن، این هم نگاه میکرد و مشغول خوردن و آشامیدن. یک دهزه دید یه جوانی کنارش ایستاده، جناب سلیمان گفت جوان تو کی؟ به اجازه کی اومدی؟ مگر نشنیدی ما دستور دادیم امروز کسی نباید خلوت ما رو به هم بزنه؟ گفت جناب سلیمان من کسی هستم که نه پیغمبر میشناسم نه غیر پیغمبر، هر جا که خدا مرا مأمور کنه اونجا حاضر میشم، از کسی هم تا حالا اجازه نگرفتم. گفت تو پس پیک مرگ هستی، اسرائیل هستی؟ گفت بله، درست فهمید اسرائیل هستم. گفت اجازه بده زن و بچه‌ام رو صدا کنم. اجازه نیست. اطرافیان هم رسول فرمود اجازه نیست. همونجا سر پا چشمانش باز تکیه داده بر عصا، جناب سلیمان نبی را قبض روح کرد ملک الموت. مردم هم دارن میبینن دیگه، جناب سلیمان چشماش باز تکیه داده بر عصا. یه روز گذشت، دو روز گذشت، بعضی از روایت داره هفت روز گذشت، دیدن سلیمان همونطور ایستاده داره نگاه میکنه. یواش یواش شایعات بالا گرفت، یکی گفت سلیمان به مقام الوهیت رسیده،
یکی گفت نه سلیمان رفته که عرش الهی را سیر کند و برگرده، هر کس خلاصه یه حرفی میزد. آخر هم خداوند به موریانه دستور داد عصای سلیمان را بجو. عصای سلیمان را جوید، جناب سلیمان افتاد زمین. آمدن دیدن بابا سلیمان چند روز مرده. حضرت فرما ازگر بنا بود در دنیا کسی عمر جاودان داشته باشه، یک پله‌ای باشد که به اصطلاح از این پله انسان بره بالا از مرگ فرار کنه، از هر کسی لیاقتش بیشتر از حضرت سلیمان بود. اما سلیمان هم از دنیا رفت. حضرت فرمود ما برای رفتن خلق شدیم نه برای بقاء در دنیا. اما چطور رفتن خیلی مهمه، چطور رفتن خیلی مهمه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین گلپایگانی، از علما بود، از اوتاد بوده، با مرحوم آیت الله العظما بروجردی حضرت آقا میدونن در اصفهان یک مدرسه است به نام مدرسه صدر، مرحوم جهانگیرخان قشقایی و مرحوم آخوند کاشی و مرحوم آقای ارباب و بزرگان که در اصفهان بودن و مراتب خلاصه عرفانی داشتن در اون مدرسه تدریس میکردن. مرحوم است جمال الدین گلپایگانی هم با مرحوم آقای بروجردی مدتی در اون مدرسه شاگردی مرحوم جهانگیرخان قشقایی کردن، مرحوم آخوند کاشی. مرحوم است جمال الدین در خاطراتش می نویسه من یک دستور عملی از استادم داشتم که شبهای جمعه برم به قبرستان تخت فولاد در احوال این مردگان خلاصه بیندیشم، خلاصه در میان مردگان بنشینم و خلاصه یک آمادگی، یک جلای روحی. چون میگه من شبهای جمعه از مدرسه صد میرفتم قبرستان تخت فولاد. یه شب زمستانی بود و برف شدیدی هم آمده بود. آمدم خلاصه یکی از این حجراتی که مقبره بود، مقبره خانوادگی بود، در یکی از این حجرات نشستم و مشغول بودم دعاها و اوراد و یه کیسه ای داشتم باز کردم، مقدار نان خشک و مقدار کشمش داشتم میخوردم و دیدم صاحبین این مقبره یه جنازه آوردن. گفتن آه این جنازه اینجا بماند، ما صبح میایم دفنش کنیم. یه قاری قرآن رو آوردن، گفتن بنشین بالای این جنازه خلاصه قرآن بخون تا صبح، ما صبح میایم این متوفا رو دفن میکنیم. ایشون میگه قاری قرآن مشغول قرآن خواندن و منم مشغول کارهای خودم. یک لحظه دیدم در این حجره باز شد، دو قیافه، دو هیبت خلاصه خیلی ترسناک وحشتناک وارد این حجره شدن. آمدن بالا سر این جنازه با پتکای از آتش هی میکوبیدن به بدن این جنازه، به سر این جنازه. صاحب جنازه هم هی نعره میکشید، فریاد میکشید. حالا صاحب چه عملی بود که نتیجه عملش اینطور بود، ایشون میگه من نمیدونم ولی میدیدم. میگه منم از وحشت زبانم بند اومده بود. قاری بیچاره هم نشسته و قرآن میخون، چشماش پرده حجاب داره، چیزی نمیبینه. میگه دید حال من داره بد میشه، آمد بالا سر من، سید چه شده؟ چرا رنگت پریده؟ چرا حرف نمیزنی؟ میگه قدرت تکلم نداشتم. با ایما و اشاره کردم که در حجره رو باز کن، من میخوام برم بیرون. خلاصه با ایما و اشاره فهماندم و خودم رو با زحمت انداختم بیرون از اون حجره. از شدت خلاصه وحشت و اضطراب و ترس نتونستم بمونم. هی این قاری قرآن میگه بابا سرد، هوا برف است، گرگ و درنده و اینها ممکنه که برگرد، اما گوش نده. خودم رو با زحمت رسوندم به مدرسه صدر. یک هفته در بستر افتادم که مرحوم آخوند کاشی و بعضی از دوستان میومدن به هم رسیدگی میکردن. خلاصه چطور در این دنیا زندگی کردن، چطور بار سفر بستن و رفتن، این مهمه. این کسی که آماده باشد برای رفتن، خودش را تجهیز کنه برای رفتن، طوری زندگی نمیکنه که وقتی که مرگ آمد سراغش پشیمان بشه. طور زندگی نمی کنه که این عمر عزیز را به بطالت و
به لغویات بگذرونه، آماده میشه برای رفتن. السلام علیک یا ابا عبدالله. سه روز اهل بیت امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا عزاداری میکردن برای سید الشهدا، برای شهدای کربلا. امام زین العابدین علیه السلام دید اگر بیشتر بماند این زن و بچه تلف میشن از شدت گریه، از شدت عزاداری. لذا بعد از سه روز حضرت فرمود آماده بشید، میخوایم به مدینه برگردیم. دارد که زینب کبرا اهل بیت امام حسین و بکت بکاءً شدیدا، همشون با شدت شروع کردن به گریه کردن. دارد سکینه آمد مقابل قبر سید الشهدا ایستاد، رو کرد به سرزمین کربلا. الا یا کربلا نودعک جسما بلا کفن ولا غسل دفین. کربلا ما داریم میریم، اما یک جسم عزیز اینجا به امانت گذاشتی، جسمی که نه کفن داشت نه غسل داشت، بدون غسل و کفن دفنش کردن، جسمی که زیر سطور اسب‌ها پایمال شد تا جایی که روز 11 محرم وقتی که زینب کبری چشمش به جسم ابی عبدالله خطاب که انت اخی، تو برادر من حسین هستی. الا لعنت الله علی الظالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.